امروز هستیم با نرگس هورخش خبرنگارمان از استانبول. نرگس، اونطور که به نظر میرسه اغلب کشورهای جهان در تلاش هستن قرارداد انتقال غلات از سر گرفته بشه، حالا اتحادیه اروپا پا پیش گذاشته. دقیقاً از زمانی که روسیه ماه گذشته اعلام کرد که از توافقنامه انتقال غلات اوکراین از طریق دریای سیاه منصرف میشه و دیگر در این توافقنامه نخواهد ماند، تعداد زیادی از طرفهای دخیل به شمول کشورهای اروپایی، ترکیه که یکی از اصلی ترین طرف هاست، همین در آمریکا هم دخالت های خودش را برای پادرمیانی برای ادامه این قرارداد انجام دادن. اما حالا این مقام ارشد اتحادیه اروپا در صحبت با رسانه ها روز شنبه اعلام کرد که باید این توافقنامه ادامه پیدا کنه و از روسیه خواست که اجازه بده که این توافقنامه همچنان ادامه داشته باشد، زیرا به باور اتحادیه اروپا نه تنها آسیب توقف این توافقنامه به کیف خواهد رسید، بلکه کشورهای در حال توسعه هم از توقف این توافقنامه‌ای که در جریان یک سال گذشته بسیار کمک کننده بوده، به خصوص به کشورهای که حالا از بحران غذایی آسیب دیدن و در حال حاضر هم آسیب می‌بینن، مثل کشورهای آفریقایی. این مقام ارشد اتحادیه اروپا به این مسئله هم اشاره کرده که روسیه به نحوی از این توافق به گونه یک سلاح استفاده میکنه و با توجه به اینکه یک طرف مهم هست تلاش میکنه که منافع خودش را از کشورهای اروپایی، آمریکا و طرفهای این توافقنامه به دست بیاره. این در حالی است که وزیر خارجه اتحادیه اروپا هم، وزیر خارجه روسیه هم روز پنجشنبه اعلام کرده بود که تنها راه برگشتن به این توافقنامه پذیرفتن مواردی هست که در این توافقنامه به وجود آمده، به ویژه برداشتن برخی از تحریم هایی که در حال حاضر اتحادیه اروپا و دیگر کشورها بر روسیه وارد کردند. با این وجود دولت ترکیه و سازمان ملل بارها در گفتگوهای جداگانه و گفتگوهای مشترک تلاش کردند که روسیه را قانع کنند برای برگشتن به این توافقنامه. حالا باید دید که با این درخواست‌های مکرر آیا روسیه توافق خواهد کرد که در ماه‌های آینده این توافقنامه همچنان ادامه پیدا کنه یا خیر، چیزی است که زمان مشخص. ممنونم نرگس از توضیحات همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما.